اجازه تکان خوردن دارم فقط مثل بوت بیستم کدام اوکی عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی شما عزیزان خواهران و برادران نهایت عزیز و گرامی خدا را شکر میکنم که درم چه روز بسیار مبارک و پر برکت با هم هستیم و جشن بسیار عزیز را که متاسفانه بسیار آدم ها معنی شنه میفهمند ولی ما شما اینجا با هم جمع هستیم و این روز زیبا را با هم در حضور پدر لذت میبریم امروز سلام احترام داریم خدمت ایزان که از طریق میدیا ما را میبینند چی در حال حاضر با ما هستن ایزان چه ایزان که بعدها از طریق سایت و اینترنت ما را بیننده هستن کریسمس شما نیز مبارک لحظات شما نیز در شادی و سلامتی خداوند هر لحظه زندگی شما مانند امروز کریسمس شاد و پر از برکت باشد امروز عجب روز زیبایی است ما میخوایم که در قدم اول یکی دو تا موضوعی که واقعا جایی داشت که من از پاسور عزیز و خواهر نسین سپاسگزاری بکنم خاطر که دارم چه روز مبارک و مهمه که حقا حق از پاسور عزیز بود که ایشان به عنوان به شبان اعظم کلیسا یا شبان بزرگ کلیسا امروز را کلام خدا را ما را برکت می دادن اما من واره پیش قدمی کردم یاد این روال به می رقم بود و پیش آمد و منم قبول کردم خدا را شکر و سپاسگزار از پاسور و کلیسای عزیز که این افتخار دارم دارم چه روزی که بسیار مهم است من اینجا با شما باشم گرچه هر روز خداوند همه روز از خداوند است هر روز ها مبارک و برکتی گرفته از جانب پدر است همه روزا را رو این است روزی که خداوند ساخت شادی کنین و وجد نماییم. همه روز از خدا. ولی امروز به خصوص چون کریسمس است و معنی واقعی کریسمس و دوم اینکه ایزان من هم که حتما با شادی و بسیار انتظار آمدیم در جلسه امروز که با هم اینجا جشن بگیریم. نه تنها کلام بشنیم که از حضور خواران و برادران لذت ببریم با هم زمان را باشیم و شادی بکنیم و در این شادی عظیم خداوند با هم باشیم. من فکر میکنم که از همه شما بیشتر دو نفر امروز بیشتر شاد هستند در این کلیسا. و خواهر الهام عزیز که بعد از مدت ها دوباره با ما هستند امروز افتخار داریم که این خواهر عزیز دختر عزیز خداوند خواهر الهام با خود داریم آلتمش جان پسر خودم که بالا با دخترش و دخترش نشسته مشغول است اینا جوانان هستند که در این کلیسا مدت ها پیش خدمت های را داشتند و اینجا بزرگ شدند و اینجا وسایل تعلیمات را گرفتند و تعلیمات را دادند کار خداوند نمی است خانواده نمی است که بچه ها تولد میشن تربیه میشن آماده میشن بزرگ میشن میرن دیگه باز به طرف کار زندگی خودشان که از خودشان زندگیایی بسازن هم رقم که التمجان هم از خودش کار زندگی داره از الهام جانم ولی امروز با همینو فکر کنم که هم رقم که الهام جان هم گفت که شادیش بسیار دو چندان شد خدا را شکر عجب روز است کریسمس و روزهای آخر سال 2023 هستیم چند وقت پیش می دک از برنامه 1923 گفتم یکی از برنامهای لایف چقدر ولی به هر حال این 2023 آیسایی هم تمام می و امروز کریسمس از دوستان عزیز ما می بینیم که این هفته یا این ماه این روزها چقدر پر برکته چقدر شادی ها بوده جشن بوده پارتی ها بوده هدیه ها خریداری شده یک سمت ها می گسن تو ما را می بازارها درخت های کریسمس گذاشتن با تزئینات بسیار زیبا و در ام در خانه های ما شما در محل کار در سنترهای که هستیم در بازارها و دوکانها و مغازه ها می بینیم که تزین شده اما جای در زیبایی های خودش و حتی پارتی ها دارن حتی میمانی ها و دعوت های انجام گرفته به خصوص دیشب که شب, شب گذشته به عنوان 24 برای 25 که امروز با این از جشن کریسمس است و بعضی هم امشب جشن میگیرن و این زیبایی ها و این شادی ها را که میبینیم میگیم هی کاش که هر لحظه زندگی ما می در شادی و کریسمس باشه آیا را درک کردیم که وقتی که ما با روی زمین زندگی کنیم و این کریسمس را جشن میگیریم این دلیلش چی بوده چرا این کریسمس هست چرا باید کریسمس انجام شود چرا ما این جشن را داریم چرا این دور همی ها را داریم چرا این لذت را داریم از خداوند معنی واقعی کریسمس معنی اینکه چرا امروز هم چه روزی هست همه ما شما جملات و صحبت های زیاد در رابطه با تولد زمینی عیسی مسیح تجسم کلمه بر روی زمین شنیدیم در اینترنت می در گوگل در کلام ها در تعلیم در پیام شنیدیم اما واقعا یک بار دیگه معنی واقعی کریسمس را در چی می بینیم؟ کریسمس برای من چی است برای تو چی است برای عزیزی که می چی است کریسمس یعنی چی آیا فقط در سال یک بار ما این تز... تمام و توفه ها و هدیه هایی که خریداری میشه همه دنیا خط میشه کرسمس یا ما بزرگترین و عزیزترین هدیه از آسمان داریم ما جلال پسر یگانه پدر از آسمان دیدیم دیدیم که این هدیه را خداوند این خالق من تو برای من تو داد تا این بنا به این هدیه من تو امروز اینجا با هم باشیم آمین این هدیه است ما در صحبت ها در ایمان ما در باور ما در کلام ما می خوانیم که عیسی مسیح برای گناهان ما رفت صلیب همین که رفت صلیب افتخار من است نجات من است آزادی من تو است اما اگر صلیب وجود در قبل از صلیب باید آن شخصی که در جسم انسانی کامل در صلیب رفت یک روز باید بر زمین آمده باشه یعنی یک روز باید گام بگذاره آن کلمه خداوند در جسم باید حضور پیدا بکنه تا صلیب انجام شود تا آزادی من تو پس اگر در یک کلام ختم بکنیم این موضوع کریسمس را که کریسمس یعنی آزادی من تو از گناه این است کریسمس تنها با تزینات و پارتی ها و دعوت ها و هدیه ها و اینا ختم نمیشه بلکه این شور و هیجان این غواها این سر و صداها این نداهای محبت آمیز از آسمان سالها و سالها قنها پیش بوده قنها پیش از آسمان ندا و صدایی بر من تو بوده مثل امروز عنوان مثال کتاب آیات زیاد است ولی من از کتاب لوقا باب دو نمیدم که آیات برادر سینای آماده است اونجا کتاب لوقا باب دو آیه هشت چند تا آیه را خدمت شما می خانم. در آن نواهی شبانان بودند که در صحرا به سر می و شب هنگام از گله خود پاسداری می کردن. ناگا فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند گرد آگردشان تابید شبانان سخت وحشت کرده اما فرشته به آنان گفت ما ترسید این کلمه ما ترسید چندین بار در کلام خدا آمده و امروز یک بار دیگر قلب ما را بیدار می سازه و میگه ما ترسید زیرا بشارت برای تان دارم خبر بس شادی بخش که برای تمامی اقوام جهان است امروز در شهر داوود نجات دهنده ای برای من و شما به دنیا آمد او خداوند مسیح است نه پیغمبر و نبی بلکه خداوند مسیح است نشانه برای شما این است که نوزاد در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهیم دید و ناگاه گروه عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آنان همرای آن فرشته در ستایش خدا می گفتند جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامتی بر مردمانه که بر زمین مورد لطف اویند این مردمان من تو هستیم میخوان امروز در این لحظه یک بار ایزان یک با صدای بلند با چی قدر ایمان داریم هر قدر ایمان بزرگ باشه صدای ما بلندتر میشه و این آیه را تکرار بکنیم ناگاه گروه از عظیم ناگاه گروه از عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدن که امرای آن فرشته در ستایش خداوند میگفتند این آیه چهار در ایزان بیاین با هم تکرار بکنیم جلال بر خدا در عرش برین بر و صلح و سلامتی بر مردمان که بر زمین مورد لطف اویند. آمین. جلال بر خداوند. این جلال و این ستایش ایزان لایق فقط یک شخص است و اونم ایسای مسیح خداوند. که هر زبان اقرار بکنه و هر زانوی در حضور این خدایی که از آسمان برای من تو آمد نه به یک نبی بلکه به عنوان خدایی که در جسم بیای و فدیه شود. و این عرش و این جلال و این عظمت و این شکوه فقط در, شایسته نام مسیح هستش ایزان ما گفتیم نداهای از آسمان شنیدیم و نداهای از آسمان آمد تمام این نداها و صداها صداهای دلنشین بوده صداهایی بوده که قلب را در شادی می آورده صداهایی بوده که انسان ها و قرن ها در انتظار شنیدن این صدا بودن همین رقم ها می شنیم دوستان عزیز که میگه که اشیا باکره کره شده پسر بنو من تو خواهد سایید و امروز می بینیم که باکره آن پسر را بر من تو تقدیم میکنه بر این زمین واو واو مادران زیاده در این دنیا حضور دارن خدا را شکر برای وجود تمام این مادران ما افغان ها میگن که بهش زیر پای مادر است ولی مریم که امروز برای من تو اینجا آماده بود و میگه که خوشا به حال تو خوشا به حال مریم خوشا به حال من تو که امروز اگر در شنیدنی پیام یا به معنی واقعی که رسم مسیح در بدن من تو در درون من تو حضور پیدا میکنه برای مریم میگه که ما ترس تفلک که در بطن تو است از رول قدوس است مریم چرا میترسی چرا حراسان هستی؟ شاید در طول سال مریم بسیار مشکلات و درد های روی زمین دیده به عنوان یک انسان به عنوان یک بشر که بوده یا به عنوان یک مادر حتی در نومایی که طفل در بطنش بوده مادرای موضوع را بیشتر متوجه میشن چقدر شاید از لحاظ جسمانی اذیت بوده اما در یک فضای دیگه خصوصا او زمانی که از آسمان ندار میشن میشنوه میگن ما ترس مریم که در بطن تو از روح قدوس است شخص دیگه ندار میشنوه یوسف یوسف از گرفتن زنت ما ترس طفلی که در بطن از روح قدوس است و بالاتر از او و بیشتر از او یا بویم فراتر از او تو او را عیسی نام خواهی گذاشت عیسی که چی کار میکنه عیسی که انسان و بشر نه تنها یک قوم را بلکه انسان و بشر از آن سلطه گناه آزاد میکنه هللویا این است نام عزیز عیسی مسیح شو عیسی مسیح نجات دهنده آن شخصی که مس شده با مس از علامی های بر روی زمین برای نجات من تو و این صدا فکر کنم یکی از پرمحبت ترین صداهای پدر از آسمان است این صدا صدای بسیار دلنشینی است که بر تمام قوم و مردم و انسان ها بوده اما متاسفانه باز هم میگم برخی از آدم ها نه در اول و نه آلا هنوز هم این موضوع قبول ندارن هنوز هم نمیخواین صدای دلنشین و زیبا و پر از محبت پدر از آسمان بشنوند که مسیح امروز تجسم یافت بر روی زمین گام گذاشت آمد تا در قلب من تو چی شود تولد می ما در کلام می خوانیم که می دانیم که عیسی مسیح در کجا تولد یافت در طویله در استبل چرا در اونجا سالها برای من هم این سوال بود ولی زمانی که به عمق کلام خدا وارد میشیم این است برای ما بله اولا که زمین پر از گناه است بدتر و کثیفتر از استبل و طویله گناهان این جهان دوم من و تو هم در این جهان زندگی میکنیم بشر هم در جهان است و درون بشر هم پر از گناه و کسافت و سیاهی است کمتر از طویله نیست چقدر اقدا و دشمنی ها و گناهان خرد و بزرگ در درون انسان ها وجود داره و چی فرق با یک طویله داره درون انسان اما چرا مسیح میه در طویله چون میخواه که در درون من تو حضور پیدا بکنه تا مفهوم اصل کریسمس را بدانیم که یعنی چی یعنی زمان در جایی که حضور خداوند است اونجا دیگه باز بدی و نمیدانم گناهی وجود نداره چرا گناه قدرت و جرات و شهامت از نداره در مقابل خدای کدوس بیسته بنان در هر جای حضور خداست اونجا دیگه باز گناه فرار میکنه بنان عیسی میخواد که باید در درون من تو. و این است که عیسی مسیح در ا... با اراده پدر تا تصمیم گرفت که بیای به آن طویلا من فکر نمی که کار تصادف و شاید اه اه چیز بوده که خب بیای کار شود نه اینا همش چون کلام خدا ذره به ذره کلام به کلام نکته به نقطه نکتهش مفهوم و معنی خودش را داره هیچ ذره و حمزه و کلام یا نقطه و جمله از کلام خدا نیست که معنی خودش را نداشته باشه بناهن این طویلا میتونه درون من باشه و چه زیباست که امروز اگر تا امروز عیسی مسیح ایزان که از میدیا میبینن شاید کسانی هم میبینن که با عیسی مسیح هنوز آشنا نیستن فقط عیسی مسیح به عنوان یک نبی و پیغمبر میشناسن بله عیسی مسیح نبوت میکنه از این داره بله پیام خدا را بر ما داد اما خود پیام است خود کلام است آن کلام است که جسم پوشید آمد بر روی زمین شاید به عنوان میشناسیش اما امروز عیسی مسیح میخواد که در, در قلب تو جای داشته باشه میخوایی خدا شکر گفتم بعضی دوستا سوال میکنن و بعضی از ایزان از چی در برنامه که ما هستم و چه حضوری که صحبت میکنیم خصوصا دوستان مسلمان بسیار زود اولین سوالش است که خدا چرا پسر داشته باشه و خدا چرا بیاد بر روی زمین در جسم انسان و ما جواب برش نداریم و جز از کلام خود بله در منطق انسان مگر خدای خالق آسمان و زمین میتونه در جسم انسان بیاید زمین انسان شود در بین انسان مسکن بگزینه و جای بگیره خداوند چه ضرورت داره به این کار خدا در آسمان و زمین هم بسیار فاصله از آسمان تا زمین دور چرا بیاید دلیل شد از جمله دوستان مسلمان ما بسیار زود تعرض میکنن که این کفر است بابا خدا از آسمان ها بیاید بر روی زمین یعنی چی؟ این بهترابی میشه؟ نه خدا اول وعدش داده بود که از نسل این زن کسی میگه که سرت را میکوبه مگه در باغ عدن زمان که آدم هوا گناه کرد خدا وعده نداد ما در کتاب پیدایش میخوانیم از نسل این زن کسی میگه که سرت را میکوبه بابا آمد کوبی در صلیب جلجتا حالا این سوال دوستان عزیز میمانه بیم یک لحظه در ش... به خاطر جواب این سوال را از کلام بدن میگم خدمت شما ما یک موضوع دیگر در که در فکر ما بود که ما در چی شرایط هستیم زمین در چی شرایط در چی وضعی قرار داره خدا امروز ما را میدید و تصمیم گرفت که آن روز بیاید روی زمین همون رقمه که بر موسی ظاهر شد گفت من درد و رنج مردم خودم و قوم خودم دیده میایم بر این زمین که تو را بفرستم نزد فرعون پدر امروز درد امروز من تو را شرایط امروز دید که این تصمیم گرفت بر روی زمین فرزند یگانه اش بفرسته از جمله در کجا بفرسته در جایی که امروز ما میبینیم که سرزمین های اسرائیل با چی مشکل و درد دچار است جنگ است نه این گروه توریست حماس ادعایی دارن که گویا سرزمین های اشغالی فلسطین و این جنگ را دامن زد ما میبینیم که هزاران نفر که حقش نیست کشته شود کشته میشه متاسفانه جدا از مسائل سیاسیش اما حقا اگر این از, از از, کلام خدا توجه بکنیم و از کار خدا توجه بکنیم همین سرزمین های اسرائیل مربوط به کی هست؟ به قوم خدا خدا از کی تصمیم گرفت که این سرزمین انتخاب بکنه قوم در اینجا آماده بکنه تا مسیح از اونجا بیاید مسیح از جد داوود آمد البته جد زمینی عیسی مسیح جد آسمانی نداره. عیسی مسیح آن از, از, از،, از،, از، ازل بوده و خداست اما از لحاظ زمینی جد داوود خدا به ابراهیم چی گفت که از نسل ابراهیم مثل شن دریا آدم, آدم، انسان آماده میکنه ولی این آدم انسان از نسل ابراهیم آمدن خو یک مسیر باید تایش یک مدت یک زمان باید بگذره باران است که از آسمان یک دفعه بریزه و اما جا آدم شوه خب باید یک مدت بگذره تا این نسل روز روز بیشتر شوه و ما میبینیم که در سر های اسرائیل در قرن در تمام قرون ما میبینیم از ابتدای تاریخ میبینیم تمام انبیا و پیغمبرایی که بر حق کلام خدا هزن. آن منظورم از او پیغمبر نبیایی است که در این کلام اسامیشان است اینا در کجا به دنیا آمدن؟ کجا تولد زمینی یافتن؟ همه در سرزمین اسرائیل. پس میگم که حق با قوم خداست. حق با اوناست که آماده میشدن تا مسیح امروز در بیت لحم برای من تو گام بگذاره. این پیغمبر و نبی آمدن از جانب خدا خدا را شکر. همه رسالت از پدر گرفتن آمدن برای من تو انجام دادن. خدا را شناساندن، خدا را صحبت کردن تعلیمش دادن احکامش دادن همه چیز تمام این پیغمبر و نبیا که از جانب خدا آمده و کلام زیبای خدا را برای من و شما قوانین خدا را برای من و شما درس دادن و گفتن و بیان کردن همه اینا انسان بودن از پدر و مادر انسانی آمدن تولد انسانی داشتن پدرشان آدم بود انسان بود منظور بشر بود مادرشان بشر بود از نطفه انسان به وجود آمدن خدا انتخاب کرد لسالت داد و وظیفه داد کارشان انجام دادند، روزی آن فوت کردند و همشان مقبره و قبر و جایگاه خودشان دارن و رفتن فوت شدن یکی از دوستان ما یک روز برای من صحبت میکرد یعنی از اونجا فیلم فرستاد از اورشلیم قبر داوود را. و بسیار خوشحال بود که رفت اونجا فقط برای خدا را شکر در مسیحیت بر زیارت نمیره برای دیدن و برای جایی که قبر داوود است رفت اونجا فیلم برداری کرده و دکس گرفته و برای من نشان داد پس تمام اونا انسان بودن از نطفه آدم آمدن اما امروز ما کی را داریم در خاطر عیسی مسیح را داریم این حرف بر عزیزان است که میگن که خب عیسی مسیح هم یک پیغمبر است اما عیسی مسیح چی عیسی مسیح از نطفه انسان بود که نبود پدر زمینی داشت که نداشت عیسی فقط نامزد مریم بود اما کلام خداست که جسم می پوشه و می بود؛ این کلام اقدس خدا عیسی مسیح کلام بود کلام با خدا بود کلام خود خدا بود این کلام بود که جسم یافت آمد روی زمین کلام در کجا بود کلام نزد خدا بود آن کلام خود خدا بود و این کلام آمد نزد زمین پس اگر این سوال در ذهن ماست که خدا چطور میتونه بیایه بری زمین حق است بله ما انسان هستیم در جسم انسانی هستیم سوال بر ما خلق میشه خدا مگر میاد زمین همین سوال را همین سوال را ما در کلام خدا داریم یک شخصی که بسیار با حکمت بود بسیار با دانش بود حتما میشناسنش پول ثروتشان بسیار زیاد بود حتی ملکه سبا به دیدنش آمد کی را میگه متوجه شدن کی است سلیمان نبی شخص بسیار با حکمت و در باب ششم کتاب دوم تواریخ آیت 18 همش همه چقدر زیبا این سوال از خود خدا میکنه و جالبی است که سلیمان از خود خدا این سوال را میکنه زمان است که معبد کارش تمام میکنه میسته و از تمام کارهای سلیمان دو جملهش بسیار عزیز بر من بر شخص من برکت است مطمئنک برای شما چون کلام خدا همش برکت است یک جایی که به پادشاهی میرسه برش پارتی و دعوت ترتیب نمیکنه که دوستاش دعوت بکنه و مشروبات و کبابا و اینا ولی اولین حرفی که میزنه بر خداوند چی است میگه قوم بزرگ برای من دادی خداوند حکمت بده که من بتونم رهبری بکنم چقدر زیبا میگه این در رابطه با کلام نیست اما این شخص میگم حکمت این شخص و اینجا چی میگه وقتی که خانه خدا را کارش تمام میکنه معبد هم میسازه اگر ملایان امروز باشه حتما دعوت ها و پارتی ها تردیب میکنه من مردم ها خدا نمیدم که حتما دیگه ما در وطن های خود ما میبینیم که آش میمانند خیرات هاست و گزفند هاست اینا چی چی کار ها میشه نظر نیاز ها اما میدنی سلیمان چی گفت؟ سلمان میاد و از خود خدا یک سوال میکنه چقدر زیبا ولی ای خداوند آیا تو واقعا اما آیا براسی خدا با انسان بر روی زمین خواهی زیست آیا واقعا خدا میتونه بر زمین بیای با انسان گناهکار بر ما روی زمین ما در روی زمین به از از از, از فحشا و درد و گناه و رنج و تجاوز و نمیدانم تعراض و بیچارگی و مریضی و فساد چیز دیگه بینیم درست از تکنولوژی و تکنیک پیش رفته میدانیم خانواده ها هستن میدانم که عشق و عاشقی ها بزنس و درس خواندن هم نمیدانم. همه چی ها هست خدا را شکر همه اینا هستش برکات خدا هستش اما در کل اگر متوجه شیم زمین بجز از درد چیز نداره بیا تلویزیون روشن بکنین رادیو رو روشن بکنین چی بینیم؟ با جز از چهار تا برنامه مسیحی که قلب آدم شاد میکنه از کلام انجیل چیز دیگه نیست اما ولی آیا ای خدا براسی بر زمین با آدمیان مسکن میگذینی سلیمان میوی حرف میزنه ایزان آیا کدام روز این سوال از خود کرده چند نفر این سوال کرده از خدا خدا را تو راسی به زمین آمدی؟ راسی به زمین میای حتی ایماندار، حتی در جریان ایمان، در جریان زندگی ایمانداری هم حتما سوالات بر آدم پیش میاید. شک پیش میه. خدا رو شک گناه نیست. چون شک باعث میشه که قدم ورداری و خدا مراجعه بکنی، کلام رو آواز بکنی و آیت را بخوانی بعدی آیت است که صحبت میکنه. چون آیت کلام خداست، حرف خداست. ولی آیا خدا برای سی بر زمین با آدامیان ساکن خواهی شد؟ ولی خدا چی میگه اینجا؟ بله سلیمان تو عقل و منطق و حکمت هرچی که داری از من داری بازم در مقابل من خدا میگه کم است. سلیمانه که تماما زمین و آسمان و هر چیز که فکر بکنیم در مقابل عظمت و شکوه خداوند بازم کوچک است من شما اینو باور داره میدانیم که حضور خداوند شکوه و عظمت خداوند جلال خداوند آن قد عظیم است آن قد بزرگ است آن قد به نهایت است که زمین کوچک من تو یا هیچ سیاره همین میلیارد در میلیارد سیاره نمیتونه حضور خدا را در خود جای بده نه آسمان و نه زمین اما خدا گفت بله من میایم میام رو زمین اگر میلیون در میلیون یا میلیارد در میلیارد سیاره در نظر نگیم یک سیاره خاکی کوچک خود ما را در نظر بگیریم و خدا آمد در این سیاره و حتی کوچکتر از این سیاره در اگر در نظر بگیریم کوچکتر این سیاره در کجاست که حضور خدا میتونه باشه کجا میتونه باشه کجا قلبم بله خدا میتونه برای سلیمان حتما گفته که خدا سلیمان بله من میایم زمین نه تنها در این سیاره بلکه در قلب تو جای می گیرم و آمد روی زمین و در قلب آنکه که ایمان داره آنکه که پذیرفته آنکه که باور داره که این خدای پرشکوب عظیم و به در قلب کوچک من جای میگیره ما یک پرچه تمثیلی بود یک تیاتر یک زمان داشتیم که شخص بسیار نالان و سرگردان است بغل دست یک کسی نشسته که نمیدانه این خود خداست و هر کار میکنه هر چیز بس دست به هر کار دست میزنه بالاخره ناامید میشه و میخواید دنبال خدا بگرده و آن قد جسجو می مسافرت ها می کارهای انجام میده، اعمال انجام میده، راه راهای را به پیش می گیره پول خرج میکنه، کنه نظر نیاز میکنه، کارهای زیارت ها کشور ها خیلی خیلی کارها می که بتانه خدا را به دست بیاره ولی هیچ وقت نیست روز از روزا روی نیمکت میشینه و با خودش کلنجا رفته و با خدا دعوا میکنه میگه تو اصلا نیستی من هر جایی که میرم دنبالت گشتم تو را پیدا نکردم هر جایی رفتم تو را پیدا نکردم کجا هستی تو اصلا نیستی وجود نداری که یک شخص دست میزن روی شانش میگه همه جا را گشتی همه جا را رفتی کشورها را رفتی اعمال را انجام دادی ولی یک جایی نرفتی اون کجا بوده؟ قلب خودی خواهر من خیلی واسه نزدیک خدا شکر ولی اینجا رو ندیدی بله درون د نگاه کو مرا پیدا میکنی پس خدا با تمام عظمتش میایه و در زمین من تو در میان آدمیان مسکن میگذینه پس سلیمان جواب خودش را میگیره اگر زمین و آسمان و همه سیارات گنجایش و حضور خدا را ندارن ولی خدا می آید. کتاب دانیال یک آیه دیگر هم بخوانیم از کتاب دانیال این آیه بر قلب من صحبت کرد آه باب هفت آیه سیزده هم. و چون در رویا شب می نگرستم دیدم که با ناگاه کسی مانند پسر انسان بابرهای آسمان می آمد او نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد تا تمامی قوم ها و ملت ها و زبان ها او را خدمت کنند حکومت و حکومتی است جاب و به زوال پادشاهی و زائل نخواهد شد آمین پدر سرمدی سرور سلامتی حکومت از او هیچ وقت پایان پذیر نیست این پادشاهی پادشاهان شاه شاهان آمین پس اگر دانیال این را دید امروز من تو هم میتونم ببینیم. اگر اجازه بدم که این پادشاهی خدا در قلب و زندگی من تو ب... اه... چی شوه قرار بگیره پا بر جا شوه. خداوند حکومتش در قلب ما در درون ما بنا بکنه. سایی مسیح چه گفت؟ ملکوت تو کجاست؟ کوتا هم اینجاست همین اکنون است در میان شماست در بین شماست در درون شماست اما خوش آبا حال کسی که اینه بدانه اگر بازا میگم به با عمق کلمه کریسمس توجه بکنیم کریسمس یعنی حضور یافتن عیسی مسیح در درون من این است معنی برای من که این است معنی واقعی کریسمس یعنی خدا در درون من حضور دارد حکومت میکنه نه تنها حکومت میکنه نه تنها حضور داره بلکه صلاحیت داره یک پادشاه همیشه صلاحیت داره درست؟ خدا را شکر به اول لحظه که خداوند در درون ما نه به عنوان یک مهمان بلکه به عنوان حاکم قرار داشته باشه مهمان رفت آمد نکنه ولی پادشاه مقر پادشاهی یا حضور یا تخت پادشاهی شمیشه میگه میگذاره پس اگر دانیال میبینه که این پادشاه پادشاهان که تختش همیشه است و کلام خودش را در بین انسانها و پادشاهی و حضور ملکوت خودش در پای در بین انسان در بین من تو بر ملا کرد و آورد و جا, به جا کرد و گذاشت و این باز را میخوانیم در کلام یوحنا انجیل یوحنا را من بسیار دوست دارم و این باب اول آیه اول تا چهارده یکی از یکی از از چه بگم این آیه است که من اگر اغراق نمیکنم شاید در هفته که دوباره اینا بگویم و بخوانم و در فکر من نگردم عیسی مسیح کلام بود کلام با خدا بود کلام خود خدا بود کلام جس بشید بر روی زمین آمد در بین من تو و آیه آیه 14 ای قشنگ است چی میگه آیه چارده؟ کلمه انسان شده در میان ما مسکن گزید. و ما جلال را دیدیم جلال پسر یگانه پدر عزیز من. و انسان و بشر و اونایی که من تو در انتظارش بودیم. در ذات انسان اما حس و رویا یا احساس خدا دوستی و خدا پرستی هست این یعنی خدا از ازل در, در انسان در ذات انسان قرار داده هیچ انسان نیست حتی ناخدا باورها هم در درونشان یک روز احساس میکنند که خدای وجود داره چون من تجربه دارم میدانم من شخصی را در همکار ما هست که اصلا به هیچ خدایی باور ندارم ولی اگر دست یک جایی میخوره، اوه گاد oh چی معنی داره وقتی اجاش درد می اوه گاد گفتم به هیچ خدایی باور نداره رد میکنه میگه اصلا خدایی وجود نداره پس اگر ما باور بکنیم یا نکنیم خدا میتونه در قلب ما حضور داشته باشه اگر بخوایم پس کلام خدا در بین آدمیان مسکن گزید آمد جسم بشید ما امروز در کریسمس در 25 دسامبر روز تجسم کلمه خدا را جشن گرفتیم امروز دوشنبه است ما جلسه عبادتی نمی باشیم ولی چرا امروز ما اینجا حضور به هم رسانیم چرا آمدیم چرا این جشن داریم به خاطر که این خدای من تو برای من تو آمد روی زمین خدا که برای خودش نامد نیاز هم برای خودش نداشت این نیاز من تو است باز هم این جواب سوال عزیزان که خدا چرا باید برای زمین بیاید برای نیاز من تو آمد زمین چون باید می آمد. اگر نیامده بود نه از گناه آزاد می شدیم نه شکوه و جلال خدا را می دیدیم نه آن چیزی که در قلب ما احساس خدا دوستی و خدا شناسی و خدا پرستی است اون نمی دیم عیسی مسیح کسی است که برای ما فقط خدا دوستی را نشان نداد اطاعت از حکام خدا را عیسی مسیح فقط بر ما درس تعلیم نداد اون انبیا و پیغمبرای زیاد اینا را گفته بود بر ما اما عیسی مسیح مظهر و ذات خدای نادیده است هر کی من دیده پدر را دیده گو هر کی من دیده پدر را دیده پس عیسی مسیح نشان دهنده پدر بر من تو بود بر زمین بشر و انسانه که هر روز در فکر این خدا کجا است در آسمان ها از بالا ابر بنای میکنه خب من از تولد شدم با درد رنج و بزرگ میشم وای بر من که در کمپ و در مهاجرت ها و در بدبختی ها هستم خدایا تو کجا هستی هر کس که سوال داره که خدا یا تو کجا هستی به عیسی مسیح ایمان میاره هر کی مسیح را دید پدر را دید مسیح به خاطر روی زمین آمد پسر یگانه پدر خدا را شکر ایزان فکر میکرم که چون نمیخوام وقت از زیاد بگیرم و پیام کرسمس را در حقیقت پیام کلام انجیل است و این کلام انجیل یعنی تولد زمینی عیسی مسیح تولد زمینی منجی عالم و شریعت برای من تو اما بازم تکرار میکنم به خوش آب آلانه که میپذیرد ولی اگر به عمق کلام انجیل پیبرید و نگاه بکنیم و کلام خدا را توجه بکنیم تولد کریسمس و گام گذاشتن عیسی مسیح برای آنان که درای هلاکت هستند پوچ است به معنی است معنی نداره و ما نتیجه شد یا تجربه شد یا چشم دیدهای خود ما را در دنیا اطرافیان خود ما بیم. در همکاران ما، در, در قوم خیش، در, در, در چرا اطراف ما میبینیم. امروز 25 است خبر از این پنج روز پیش یا در روز پیش یا یک هفته پیش توفه ها هدیا خریدن درخت های کرسمس حتی در خانه هایشان گذاشتن چراح ها را گرفتن لباس های قشنگ پوشیدن پارتی ها و دعوت ها انجام دادن شما شما در تلویزیون برنامه های خود تلویزیون آلمان نگاه بکنیم منظورم از تلویزیون های مسیحی نیست کانال های دولتی آلمانه همه جشن و دعوتها و برنامه های کریسمس دارن اما در یکی از این برنامه ها نام عیسی مسیح هست که نیست یا در یکی از این برنامه ها به نام این که خداوند جلالش در زمین من تو ببینیم هست نیست فقط برنامه های دلچسپ که دلچسب باشه کومیدران با هم جمع شدن و برنامه های را تهیه کردن و همه میبینن کریسمس بر اونا اصلا معنی نداره فقط اگه به کلام خدا توجه بکنیم برای کسانی که در راه هلاکت هستند اما خدا را شکر آن که من تویی که اینجا نشستم و برای آنان که باور در عیسی مسیح چی است قدرت خداست این که پولس از انجیل مسیح آر ندارم چرا قدرت خداست برای من پس انجیل خدا قدرت خداست برای من و برای من تو مفهوم داره و برای من تو معنی داره و مفهوم معنی شما میتونم ایزان در کتاب ابرانیان باب پنج بخوانیم. ببینید که باب پنج ابرانیان برای ما چی میگه؟ گفتیم در طول تاریخ نبیه و پیغمبران زیاد آمدن و اونا چی کار کردن؟ و امروز عیسی مسیح چی کار کرد؟ این آیه تفاوت بین آن پیغمبرانه که دوستان میگن که عیسی مسیح هم یک پیغمبر است و این ایسایی که امروز من تو با خود داریم این کی هستش؟ هر کاهن اعظم از میان آدمیان انتخاب می شود و به نمایندگی آدمیان در امور الهی منصوب می گردد تا هدایا و قربانی ها به جهت گناهان تقدیم کند کاهن اعظم هم گناهار قوم در سال یک بار جمع می کرد دست می بعد خودش غسل می خودش باید از گناهان خود توبه می بعد می در حضور خدا در معبد حالا آیت دو او میتواند به آنان که ناگهانه برای خطا می روند به نرمی رفتار کند چرا زیرا خود نیز دارای ضعف است پس اون نبی و پیغمبران ضعف و بهلا نیاز به نجات از عیسی مسیح داشتن باید در حضور عیسی مسیح اقرار کردن و خداوند عیسی مسیح را بپذیرند او می تواند به آنان که ناگهان برای خطا می روند یعنی با کسایی که می خواد گناهانشان را شفاعت بکنه به نرمی رفتار کند زیرا خود نیز دارای ضعف است از این از همین رو باید نه تنها برای گناهان مردم بلکه برای گناهان خود نیز قربانی تقدیم کند این در رابطه با اشخاصی که گفتیم بنام نبی و پیغمبر وقتی من آیه را در جیران کلام آماده می کردم خب این چه داره به صحبت مطمئن هستم که ارتباط داره با خاطر از که گفتم عیسی مسیح فقط یک بنوان یک پیغمبر بر روی زمین نیامد که ما بریم امروز در اورشلیم قبر باشه و اونجا بریم زیارت بکنیم و اونجا توق ببندیم نمیدان دستمال ببندیم و نظر بگیریم و طلب آجت بکنیم قبر خالی بنگن اصل ایمان من پس عیسی مسیح به عنوان آن منجی آمد در زمین که فدیه گناه شود اگر به یک معنی دیگه این رو معنی بکنیم که کریسمس یعنی آماده شدن برای صلیب تولد مسیح برای زمین گام گذاشتن خداوند بر زمین یعنی آماده شدن برای صلیب این سی و سه سال زمان بگذره تا لحظه جلجتا آماده شود و اگر این صلیب جلجتا نبود سرنوشت من از شما با کجا کشنده میشه کجا بودیم؟ در مقابل قاضی اعظم، در مقابل آن کاهن اعظم، در مقابل این خدای خدایان باید میستادیم و جواب پس میدادیم. روز داوری چی باید میگفتیم؟ کجا بودیم؟ چی کار میکردیم؟ چی باید میگفتیم برای خداوند؟ جریمه گناه خودش چطور باید میدادیم؟ با گوسفند و قربانی باید به حضور خدا برفتیم در ملکوت خدا و چند تا گوسفند میخوایم بخرم با خودم ببرم آسمان تا که در روز داوری باز بر خدا قربانی بکنم تا گناهانم بخشیده شود این که امکان نداشت ما که از روی زمین چهار تا گسفند با خودم آسمان ببریم که قربانی بتیم این است که مسیح باید بیای زمین این قربانی باید آماده شود باید این کلام تجسم پیدا بکنه بر روی زمین تا آن روز آماده شده برای من تو و آن روز که در حضور خدا بیستم امروز آماده شده برای من تو آمین ابرانیان غلاطیان باب پنج آی اول چی میگه ایسای مسیح ما را آزاد کرد آمین خداوند ایسای مسیح ما را آزاد کرد برای آمدنش ما را آزاد کرد از چی آزاد کرد برای آزادی آزاد کرد چند نفر این آیت در ذهنش گشته یا سوال کرده باشه از عیسی مسیح خداوند تو مرا آزاد کردی برای چی آزاد کردی از چی آزاد کردی ما را بعضی ها آزاد فکر میکنن که من مسیح شدم آزاد شدم هر کاری که دلم می میکنم من چند تا آیه از تیموتاوس و پتروس آماده کرده و وقتش نیست ما را برای آزادی آزاد کرد برای آن آزادی که در حضورش آزادانه و با شکو و با سربلند و با جرأت با 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 لبخند با شادی در حضور خدا بیستم چرا بگم که مسیح برای گناهان من جان داد مسیح اون فدی من داد پس بر این آزادی که زندانی که روز اول من تو بشر در شیطان قید کرد و زندانی کرد و کلیدش گرفت کلیدش گرفت انسان را برد داخل یک قفس به اسم گناه در و پنجرش هم فولادین یک قفل فولادین هم انداخت کلیدش چرخان از اون قلفای قدیمی همه که کلیدای بزرگ بزرگ داره سه چهار بار می چرخانم چرخاند و گرفت دستش و گفت حالا تو میدانی کارت من غافل از اینکه پدر من تو آنچنان مهربان و با شکو و با فکر و با منطق و با علم است که می فکر شخصی من است حتما بد پدر به دل خود گفته که ای شیطان تو اینو میبینی بینی ولی آینده شا نمی که من چیکار کار میکنم تو نمی که بالاخره عیسی مسیح برای زمین می آیا و ای کلید ازت می گیره و گرفت و گرفت کلیره این کلیره کی گرفت و چطور گرفت آیشه کی بدن این آیه در کجا بود مزد گناه مرگ است اما حیات جاودانی در عیسی مسیح آمین هر کی به عیسی مسیح ایمان بیارد اون حیات را در دریافت میکرد اما این کلیر مسیح کی گرفت از شریر شیطان ابرانیان رومیان باب هشت تماما سند محکومیت من تو را در صلیب خود شکار کرد میخکوب کرد پس هیچ قصاص نیست برای آنان که در مسیح ایسا هستند زیرا که شریعت روح حیات در مسیح ایسا مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید این همون کلید است که خداوند ایسای مسیح از شیطان پاس گرفت دیدن وقتی که دوز را پلیس میگیره حتما روی زمین میخوابانه دستاش پشتش میبندم و چیزی که دوزی کرده ازش میگیره من فکرم است که زمانی که یک اک عکس است در بعضی عکس ها دیده باشه وقتی که پای ایسای مسیح است و یک مار بانش آمد سر مار اونجاست یعنی که مسیح سر مار کوبیت کوبید نه؟ آیه از کلام خدا که از نسل زن کسی میگه که سرات را میکوبه. من فکر میکنم که اونا لحظه بود که شریر شیطان عیسی مسیح زیر پایش انداخت پیچاندش دستایش کلیر ازش گرفت گفت حالا برو دنبال کارت هر کار که میخوایی بکن و با روز جل جتا منتظر باش که من این آزادی را بر فرزندان پدر میدم. آمین. پس کریسمس به معنی واقعی یعنی آزادی من تو از چنگال گناه شریر و آزادی های نامشروع این دنیا من چند تا آیه را در رابطه با که ما را آزاد کرد نه بر آزادی هایی که هرچی دل ما خواست انجام بتیم چون این در پاموس پدر نیست ما را آزاد کرد تا آزادانه در حضورش در پاکی و قدوسیت بریم من فکر میکنم که اینجا ختم بکنم و با این که حتما پس از یک سرود هم داریم در آخر صد در صد میدانم یا فکر میکنه؟ میکنم نکرده من میگم که چند روز دیگه به سال جدید مانده قبل از اینکه پاسور با از تیم پرسش ما را آماده شند. چند روز دیگه به سال جدید مانده ما یک بار یک سال جدید هزا دو هزار و و میشن 2024 وارد میشه یک سال از زندگی ما گذشت این سال 2023 و و با تمام خوبی و بایدی با هایش رفت یک صفحه دیگه در زندگی ما ورق زده شد یک سال جدید را شاید امیدهایی داریم شاید انتظارات داریم شاید پلان و نقشه هایی داریم که بین وارد سال جدید شویم ولی پیشنهاد ما ای است و دعای ما ای است ایزان که بین بیسیم دعا بکنیم که همین سال جدید را مانند امروز که کریسمس و جشن شادی است چنان وارد سال جدید با خداوند شویم نه بدون خداوند نه بدون عیسی مسیح پیشنهاد من است سال جدید است زلوستر است سال تبدیل می شود اما نمانند سال های قبل می خواهیم دوستان عزیز که اگر در طول سال 2023 شاید احساسی را نداشتیم که کریسمس برای ما معنی داره شاید آنقدر در دردها و مشکلات ها بودیم که اصلا جشن شادی کریسمس فراموش کرده بودیم به یادمان ما نبود شاید آنقدر مشکلات دنیا ما را پیچانده با خودش که اصلا فراموش کردیم که کریسمس وجود داره و ما بالاخره این سال تمام میشه بین به این فکر وارد شد. نه به این فکر حتی به این امید به با این باور به با این ایمان که وارد سال جدید میشیم با یک کریسمس جدید وارد شویم با این وارد شویم که عیسی مسیح در قلب ما تولد یافته امروز پس من سال 2024 نه تنها با خودم نه تنها شخص خودم بلکه با عیسی مسیح وارد این سال 24 میشه پس این کریسمس و تولد عیسی مسیح نه تنها بر یک روز بر یک تاریخ مشخص چون نه تولد مسیح تاریخ مشخص است نه صلیب مسیح به خاطر همه که هر لحظه که تصمیم بگیری همو باشد. پس اگر دوست داری که سال 2024 هر ثانیه زندگیت کریسمس و جشن شادی و پیروزی باشد من از بعدی به عنوان یک خادم خداوند که وقتی که سال 24 شد هیچ مشکل و درد دیگر نیست ما در دنیای سقوط کرده پر از گناه زندگی میکنیم اما با این امید باوره که من سال 2024 با خداوند عیسی مسیح وارد میشه پس این کریسمس فقط بر امروز اینجا ختم نشه این چراغ و درخت و این هدایا بر امروز نباشه این هدیه که از آسمان برای من تو آمد و جلال پسر یگانه پدر را دیدیم اینه در قلب خود وارد سال جدید امین آمین با خدا با شما باشه این سرود هم میخوایم در ختم سرود مطمئن هستم که پاسور عزیز با نسین ما را در دعا و ادایت میکنم و یک دعا را بر یک شکرگزاری و سپاسگزاری می باشم از خداوند که این روز را داریم آمین دعای ما دعای درد ها نیست امروز امروز دعا دعای شکرگزاری می داشته باشیم خداوند شکر که تو به زمین آمدی تا من آزاد باشم آمین میتونیم این سرود خدای عظیم برای ما خاکیان نقشه خودش رو برای ما باز کرد میتونیم دوباره این رو بخونیم و نمیدونم چقدر این پیام با قلب تو صحبت کرد کسانی که امروز هم اینجا هستن که میخوان با عیسی مسیح آشنا بشن میتونیم میتونی دعا رو بکنیم که چیزایی که برادرمون نور صحبت کرد که شاید با عقل خودتون میخواین با عیسی مسیح با خدا آشنا بشین فقط خوب خیلی خوب میشه با قلبتون همینطور از خداوند بطلبین از عیسی مسیح بطلبین و قسمتی بود که برادرمون که گفت در مورد دوم تواریخ گفت, گفت که خداوند آسمون و آسمون ها نمیتونن خدا رو درک کنن فقط قسمت دیگه هم بعدی میگه که فقط خدا در قلبای فروتن و شکسته ساکن هست و خدا دنبال این قلب هایی هستن که واقعا خود فروتن میکنن میگن عیسی مسیح بیا در قلب من ساکن شو برای خدا هیچ چیزی غیر نیست و دو هزار سال پیش این معجزه رو کرد از دید ما معجزه است از دید خودش چیز نرمالی است بعد عیسی مسیح میخواد در قلب تو ساکن و متولد بشه این مربوط به قلب توست که چقدر واقعا با او ایمان داری چقدر یا بیشتر بگم چقدر تو میخواهی و این سرودی که ما میخونیم اونجا میتونین خودتون دعای خودتون بکنیم و میتونین بگی عیسی مسیح میخوام میخوام منو آزاد کنی از خودم از این گناه بودن من منو تازه کنی و قسمتی که بود که برای آزادی تو منو خلق کردی یا نجات دادی و میخوام بیای خداوند من منو آزاد کنی از خودم از گناه مطمئن باشین امروز خداست که تو رو اینجا هدایت کرده که بتونی پیام رو بشنوی و بتونی اونجا یا امروز با یک میگم حیات جد... جدید از این کلیسا برگردی با یک امید جدید و حیات جاودانی چون هر کسی عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول کرد خداوند به او اقتدار میده فرزند خدا شود آمین خداوند تشکر میکنیم که امروزم که روز تولد توست ما میتونیم پیام تو رو بشنویم خداوند تو روز به روز جستجوی قلبهایی هستی که تو رو خداوند میخوان یا بیشتر حیات رو میخوان تو دنبال قلبهایی هستی که میخوان با تمام دل آزاد بشن از این زندگی گنالود از این غم و درد و هر چیزایی که هست در این دنیا مرسی خداوند که با کلام تو امروز که صحبت کردی روحالقدس تو اینجا هستی که قلبا رو آماده کنی که بتونم با خدا با آن روح تو خداوند ملاقات داشته باشن و حیات جاودانی رو در به دست بیارم خداوند هللویا خداوند مرسی که صداهای قلب رو تو میشنوی و جواب میدی خدای عظیم بر ما خاکیان نمود نقشه اش را عیان نجات جمیع ملل فرزند اش را جلال بر تو با سرودن ملایک آرامی و نور بر زمین رضا در بین آدمیان رحوم اصطاد مومنی مجه تولد منجی ما بشارت برسو و سفر پیام خوشی تولد منجی منجی تولد منجی ما بشارت به, به عرض و سما پیام خوشی عظیم خدا تسلیم دلهای ما جلال بر تو با سرودن ملائک آرامی و سر بر زمین مندی دیدار به او دارد مقصد او مدی بر تو با سرود ملایک آرامی و آمن و آمن واقعا جلال باد خدای عظیم ما به عیسی مسیح رب الارباب شاه شاهان آمن و همجور برادرنور نور عزیز در موعظهشون گفتن دعای ما هم اینه که در این هفته که هفته آخر